آفتاب از تو نور میگیرد، واژم از تو شور میگیرد، در هوای تو شوق پروازم هدفی دور دور میگیرد، از خراسان به ساحل کارون از خیالت غرور میگیرد، برکش از رخ نقاب را و ببین از تو جانم سرور میگیرد. علیرضا نوریزاده 8 ژانویه 19 دی ماه به شما سلام میکنه. در جمهوری ولایت فقیه آقای علی اکبر جوانفکر از ریاست خبرگزاری برکنار شد. جالبه، آدم نگاه میکنه که احمدی نژاد با چه دست و پا زدنی بران بود تا جوانفکر را حفظ کنه. خدا پدرش رو بمرزه. حداقل این برخلاف آقای خاتمی که وقتی عبدالله نوری به زندان رفت، من گمان میکردم خاتمی یک اعتراض شدید بکنه، حداقل بیاد بگه آقا دست راست من بود، این وزیر اصلی کابینه من بود، این بازی که براش راه انداختی این بازی درستی نیست. دریغ از یک پاپاسی. یادم نمیره وقتی نوری محاکمه میشد، متن دفاعیاتش که بعدن کتاب شد شوکران اصلاحات فوق العاده جالب بود. حرفهایی زد که از دهان هیچ کس در این 33 ساله بیرون نیامده، به خصوص آنچه در مورد فلسطین گفت، در مورد فلسطینی کردن سیاست خارجی ما که هیچ سودی برای ملت ایران نداشت جز مشتی شعار، جز پول و ثروت ما بره برای حماس و جهاد اسلامی و مزدوری مثل احمد جبری. گفت ما کاتولیک تر از پاپ نیستیم. وقتی دولت خودمختار فلسطین اسرائیل رو به رسمیت شناخته، شما چی میگی سید علی آقا؟ چقدر قشنگ حرف زد، چقدر دقیق و انگوش روی نکات مهم گذاشت. بعد رفتم بهش گفتن آقا تند رفتی، حتی آقای رفسنجانی، حتی میخوام بگم در مورد عبدالله نوری هاشمی تلاشایی کرد. رفتم بهش گفتن که آقای عبدالله نوری یه نامه برای رهبر بنویس. گفت حسرت یک آخ را به دلش میگذارم و گذاشت. این حرف با آقای خامنه‌ای خیلی گران آمد. چنین بود که حکم قتل دکتر علیرضا نوری صادر شد، برادر عبدالله نوری. در جاده شمال اتومبیلش رو به دره پرتاب کردن و به موقع به بیمارستان نرسوندنش تا بمیره. عبدالله در زندان بود. آمدن گفتن آقا یک تقاضای کوچولو بنویس و بیا بیرون. نمیام. حسرت یک آخ را به دلش گذاشتم و گذاشت. هاشمی و چند نفر دیگه پاشن رفتن پیش خامنه. آقا بالاخره بابا این وزیرت بوده، وزیر تو هم بوده، برادرش کشته شده، پدر بیمارش، برادرش، خانواده از هم. عبدالله اومد بیرون، یک دونه اعلامی هم بشونه. الانم یه مجلس روزخونی داره تو خونش که خیلی از این آقایون اونجا میرن جمع میشن. خیلی هم رفتن یقش که آقا بیا نامزد ریاست جمهوری. آقا این دندان کرم خورده رو به نام جمهوری ولایت فقیه من دندون کندم انداختم دور، انداختم تو سطل خاکروبه و ناراحتم، باید برای مردم توضیح بدم، باید از مردم پوزش بخوام برای اون سالهایی که مسئولیت در این رژیم داشتم. این آدم با شرافته، بچه حسین آباد سیچون آدم با شرافتی است، منتظری آدم با شرافتی بود. من خونه آقای منتظری رفتم، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب. این آدم ذره‌ای خونش عوض نشد، زندگیش عوض نشد، همون روستایی ساده دل باقی موند.
هر جا هم تونست به مردم کمک کرد. خودش هم میگفت در گفتگویی که باش داشتم وقتی خاطراتش رو در اشرق الوسط چاپ کردم، رسما گفت، گفت یک مسئله است به نام ولایت فقیه، من نفهمیدم، من اشتباه کردم و بابت این اشتباه هزینه‌ای دادم که هیچکی نداد. خجالت جلوی مردم برای من هزینه است و این مهمه. آدمای با شرف رو اینجوری بشناسید، آدمای با شرف رو زمانی بشناسید که بهش میگه آقای موسوی شما یه نامه برای مقام معظم رهبری بنویس، بالاخره فامیلت هم بوده، بالاخره روزایی که بی خانمان بود میمد خونه شما، مادر تو غذا جلوش میذاش، لباساشو مادر تو میشست، حالا شما بیا و یک تقاضای کوچولوی بده، خانم رهنورد شما بیا یه تقاضا به حرم آقای خامنه ای بده، منظور همسرش. ابدا شرافت آدم میسنجه، بعد آدم خودش رو جای اونا میذاره. ببینید من همیشه میگویم در ارزیابی آدم ها که این بده این خوب، آقا موسوی موقعی حرفا رو زد، خب زده درسته، کروبی هم این کارا رو کرد درسته، 8 سال رئیس مجلس بوده، بنیاد شهید بوده، نماینده خمینی در حج بوده، آقای موسوی هم همین کار کرد. اما اینو میخوام بهتون بگم، یک بار ما بعد از انقلاب آدمهایی رو به خاطر اینکه شغلی داشتن یا یه وقت یه کاری کرده بودن جلو جوخهای اعدام گذاشتیم. الان باید بیندیشیم این آدم ممکنه در طول سالها تطور و تحول پیدا کرده. امروز شما نگاه بکنید مجتبی واحدی یکی از انسانهای ارزشمندی است که در خارج صدای رسای ضد رژیم ولایت فقیه. شما حالا بیا برو آقای مجتبی واحدی شما 6-8 سال رئیس دفتر کروبی بودی، کروبی هم اون وقت رئیس مجلس بودی یا رئیس بنیاد شهید بود و بنابراین شما در اعمال او شریکی. اگه بخوای اینجوری بکنی گر قوت شود که مست گیرن، کیو نمیخوای بگیری؟ اونایی که در زمان انقلاب آدمای 50-60 ساله 70 ساله بودن با انقلاب هم مخالف بودن، بیچاره همه در دل گور خفتن، چند تاشون زنده موندن، چند تاشون هستن. به هر حال نسلی که با انقلاب اومده در یه جا فهمیده خطا کرده، فهمیده اشتباه کرده. چقدر گنجی باید در نفی ولایت جهل و جور و فساد مقاله بنویس که شما یه چه کوتاه بیان بگه آقا باریکلا بابا معرکه بود. امروز دکتر محسن سازگارا یه رکن اپوزیسیونه، باید بگه آقا تو یه موقعی معاون آقای بهزاد نبوی بودی، خب بوده، آدم که نکشته که، جنایت که نکرده، سازمان گسترش صنایع رو اداره میکرده که کارخونه ها نخوابه. ما باید سعه سرد داشته باشیم، باید سینه هامون باز باشه. اگر امروز دیدیم آدمی برگشت هی تو سرش دارم. آقا تو اون روز یارو اومده عکس جعلی چاپ کرده از من، عکس جعلی عکس من نیست، عکس رسول صدر عاملیه که بله آقای نوریزاده در حال محاکمه نمیدونم فلان، عکس جعلی گذاشته پشت موتور این نوریزاده است که من در عمرم سوار موتور نشده. چرا؟ چون تو سردبیر سیاسی اطلاعات بودی یا سردبیر امید ایران بودی، اما جرأت نداری یه دونه از اون مقالهایی که من تو امید ایران چاپ کردم حالا بنویسه. با من میخواد بیاد یک قهوه بخوره، میگه آقا بریم یه جایی که مردم نبینن، چون خانوم میرن ایران و میان. این آدم ها اون وقت میان از ما ایراد میگیرن که جون رو گذاشتیم کفه دست، صبح تا شب اومدیم وسط میدون. اینا بی انصافیه. الان موسوی و خانمش، برگردونیم ورق رو به عقب، موسوی آسود خیال راحت سال 87 زندگیش رو داشت میکرد، شورای عالی فرهنگ و نمیدونم در دانشگاه درس میداد و نقاشیشو میکرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو بود و همه چی، احترام و زندگی و ماشین و همه چی داشت.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری هم اگر کوتاه اومده بود، مطمئن باشید خامنه یه مقام درست حسابی بهش میداد. اگه مقام نبود براش خلق میکردن. خیلی خوب، این آدم میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خیلی خوب آقا، یه وقت نخست وزیر بودم، دوران آقای خمینی هم اینجوری میدم، ولی حالا فهمیدم چه بلایی و چه مصیبتی برای ملت ایران ما به بار آوردیم. حالا دیگه کوتاه نمیام. حالا من باز میگم آقا مقاله موسوی رو دیدید در مصاحبه با فیگارو 4.5 سال پیش چی گفته؟ کدام دادگاه عادل وجود داره که میخواد ما رو محاکمه کنه؟ کدوم دادگاه عادل میگه که تویی که داری اینو میگی به اندازه او خدمت کردی؟ بالاخره 8 سال جنگ مملکت رو اداره کرده دیگه، کسی از گرسنگی نمرده. حالا وضع حالا رو ببینیم، مقایسه کنید. 1/20 حالا درآمد نفت داشتیم، جنگم بود، خدا پدر محمد رضا شاه رو بیامرزه که یک ذخیره ارزی برامون گذاشته بود و سهام اروپا و آفریقای جنوبی این ور اون ور. خیلی خوب، این آدم بالاخره اون زمان رو اداره کرد، دزدم نبود، فاسدم نبود، در دورانش هم فساد به مرات اصلا قابل مقایسه با حالا نیست. خیلی خوب، حالا بگو آقا بله ایشون نخست وزیر بود و عضو شورای تبلیغات جنگ و فلانه، خدا هممون دلهامون رو باید با صابون بشوریم، با صابون یه مقدار رعفت مهربانی. آقا تو برداشتی توی بالاتری، آقای نوریزاده تجزیه طلبان دارد حمایت میکنه. کدوم تجزیه طلب؟ تو عبدالله مهتدی رو میشناسی؟ تو باهاش نشستی حرف بزنی؟ تو با برادرش نشستی؟ کاک عمری که معلم زبان ادبیات بوده با کاک ساله نشستی؟ میدونی اینا دلشون برای ایران میتپه؟ تو با مصطفی اجری نشستی؟ خبر داری که کیه چیه چی فکر میکنه؟ تو با کاوه آهنگری نشستی که ببینی وقتی اسم ایران میاد چی میگه؟ با حسین بور نشستی؟ با یاسین اهوازی نشستی وقتی راجب ایران حرف میزنه؟ با دکتر صدرالاشرافی نشستی حرف بزنی؟ با رضا اقلمی نشستی؟ با کردای خراسان، با تالش ها، با گیلک ها، با لرها، با بختیاری ها نشستی که میای اینجا؟ آقا اینا تجزیه طلبن. بعد دیدم این آقای عرفان قانعی فردم مقداری سرکه بیشتر از دهانشون میل کرده بودن درباره بنده. بله ایشون ناراحت شده، راجع بختیار خائن ما گفتیم، شرم کن بچه. من اگر به تو رحمت کردم و رعفت، برای که فکر میگردم آدم میشی، ولی حالا فهمیدم نمیشی. من هیچگاه سردبیر مجله عددستور نبودم، من نویسنده مجله عددستور بودم، نویسنده المجله و از شرق الوسطم بوده و هستم، در الحوادثم نوشتم، از سیاسم نوشتم، در القبسم نوشتم، در صوت الکویتم نوشتم. اما چی نوشتم اون مهمه. اینا میگم آدم وقتی وردست روح الله حسینیان باشه تکلیفش معلوم دیگه، تکلیفش معلوم. میگم واقعا من دلم وقتی این زنگ زد به من گفت مادرم گریست از اینکه شما این عتاب رو به من کردید، متاثر شدم، گفتم از مادر پوزش بخوام، من قصد چنین نداشتم، ولی عصبانیم کردی با این حرفایی که زدی. تو با چه جرأتی کمله و حزب دموکرات کردستان و خائن و تجزیه طلب میخونی؟ با چه جرأتی؟ اگه کردی، اگه صادق وزیری رو کسی میشناسه، این حرفا رو نمیزن. با چه آدم شهامتی باید بیاد این حرف رو بزن؟ بگذاریم، غرضم اینه که
تمام آدم‌هایی که در ایران هستن، منهای آدمکشا. شما تکلیف روشنه با محسنی اژه‌ای، تکلیف ما روشنه، تکلیف ما با سعید مرتضوی روشنه، با روح الله حسینیان روشنه، خودش میگه ما هم روزگار قاتل بودیم، کاملا مشخصه، با اونا ما حرفی نداریم، قاضی دهنوی رو که باش حرفی نداریم. اما یه آدمی هست مدیر کل نمیدونم ثبت بوده، رئیس بانک ملی بود، تو نمیتونی بیای صرفا بگی آقا این چون رئیس بانک ملی در این رژیم بوده خائنه. نه، من یه آدمی رو میشناختم که رئیس هواپیمایی ملی ایران بود در لندن، چقدر آدم باشرفی بود، چقدر آدم ملی بود، چقدر آدم حسابی بود. بودن اینا دیگه، ما نمیتونیم صرفا به خاطر اینکه بله آقا اینا در این کارها دست داشتن. و در کدوم کارا یه مدیر بانک یا یه مدیر نمیدونم مدیر کل وزارت خونه در چه کارهایی دست داشته؟ اگه آدم صادقی باشه کارشو کرده، ما حق داریم به او توهین بکنیم. در همون سپاه پاسداران، مگه همه یه سپاه قاسم سلیمانی هن؟ در اونم آدم های بسیار با شرف پیدا میشه، آدم های وطن پرست پیدا میشه که جانش نفسشون ایرانه. پس ما باید یه جاهای ملاحظه کنیم، یه جاهایی باید کوتا بیایم. اگر دیدیم طرف این آمادگی رو داره برای تغییر، تشویقش کنیم، بگیم آقا بیا بابا، یاد بگیریم از آفریقای جنوبی، یاد بگیریم از ماندلای بزرگ، از دزمون توتو، کمیته حقیقت یاب، میبخشم اما فراموش نمی کنم. گریت. اون وقت دولت عراق هم نگاه کن دیگه، مالکی، قانون اجتثاث البعث، بعث رو ریشکن بکنیم، مثل اینا که خواستن رژیم گذشته رو ریشکن کنه، اما سربازه رو گرفتن کشتن. قانون اجتثاث بس، یارو معلم بوده، مجبورش کردن تو بس بده، قبلا تو رستاخیز تو ایران هم رفت، بیکارش بکن، بفرستیش تو خیابون، بعد بگه آقا چرا تروریست شدی، از کجا بره بخوره. اینه که ما در حال از حالا باید خودمون رو آماده برای بخشش کنیم. اینایی که میگن سر میبریم، اینا از ما نیستن. از حالا باید آمادگی بخشش داشته باشیم. ایران تحمل اعدام و خونریزی دیگر رو نداره. دوباره 10,000 خانواده رو عزادار نباید کرد. آدم‌های جنایتکار بودن باید به سزای اعمالشون برسن. تا آخر عمر در زندان باشن و در زندان هم کار بکنن و خدمت به مردم بکنن. محسنی اژه‌ای و فلاحیان و ری شهری و پور محمدی رو مأمور کنیم آبریزگاه‌های بین راه تهران تا شیراز رو بسازن، بعدم شبا برن تو زندان بخوابن. این کارو باید بکنن. سعید مرتضوی رو رئیس جمع کردن فضولات انسانی و لایروبی قنات‌ها بکنیم. خیلی خوبه. قاضی دهنوی رو بیاریم بگیم ایشون مأمور است که بیاید آبهای فاسد رو کانال بزنه، بفرسته در یه جای اونجا باشه، چون باید با تعفن زندگی بکنن، باید در تعفن غوطه بخورن، هوای خوب دیگه برای اینا نیست. اما با یه گلوله کشتن فایده نداره، بعد دو نسل دیگر رو میکنی دشمن. کشتن نه، کشتار نه، کینه هامون رو مسیرش رو عوض کنیم که بشه سازندگی. کینه هامون رو تبدیل بکنیم به سکوی پرتاب برای سازندگی، برای رأفت، برای مهربونی. نمیدونم، شاید من خیلی خوشخیالم، ولی این باور منه. با اعدام و کشتار و تصفیه حسابای خونین به جایی نمیرسیم. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت.
هممون تو مدرسه خوندیم. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم. وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر، تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.